سلام دوستان عزیز برنامه بابا پز. امروز تصمیم دارم براتون مربای انجیر درست کنم. این انجیرها مال کشور اسپانیاست، سفت و خوب هست و کم شیرینی هست. برای سوراخ کردن از این چوبهایی که برای کباب استفاده میشه، یه از این طرف سوراخ میکنم، یه از این طرف و میچینم توی این قابلمه که میخوام توش در واقع مربا رو درست کنم. بیشتر از 4 تا دونه سوراخ نمیکنم، چون نمیخوام که اون فرم اصلی خودش رو از دست بده. در کل من 600 گرم انجیر داشتم، 600 گرم شکر ریختم و 300 گرم آب ریختم روی این. 2 تیکه چوب دارچین هم میندازم توی این. بعضیا هستن که هل هم میریزن، دارچین میریزن، زعفران میریزن، گلاب میریزن. من یکی معتقدم که یک طعم بهتر از همه است. اگر انجیر سبز باشه زعفران میتونید بریزید، چون رنگش رو خوشگل میکنه، ولی برای انجیر سیاه ریختن زعفران اصلا به درد نمیخوره. مزه خود دارچین انقدر قوی هست که شما اگر هلم اضافه بکنید این مخلوط میشه و زیاد طعم خوبی نداره. بهتر است که یک دونش رو انتخاب کنید. گلاب رو هم در آخرین لحظه که میخواید اینو بردارید، همراه با آب لیمو و جوهر لیمو میتونید بهش اضافه کنید. حالا این رو من میگذارم توی یخچال تا فردا. دوستان انجیرا بعد از این که توی یخچال 24 ساعت که بودند به این شکل در اومدن و اینا رو من الان میذارم روی اجاق گاز تا پخته بشه. اولش با درجه حرارت بالا که یه کمی به جوش بیاد، بعد با درجه حرارت پایین. الان داره کم کم به حالت جوش در میاد. بعد از این که شروع کرد به جوشیدن، این رو روی درجه پایین میگذارم به آرامی تا جا بیفته. خب دوستان توجه کنید که مربا داره آماده میشه و الان زمانی هست که بایستی موادهای دیگر بهش اضافه کنم. غلظت رو میخواستم بهتون نشون بدم، نگاه کنید. الان اگر من یه کمی از این رو بریزم توی این بشقاب و بهش دست بزنم، ببینید الان غلظتش خوب هست. این جوهر لیمو هست که میریزم، نصف لیمو تازه و 2 قاشق غذاخوری گلاب. حدود 10 دقیقه میذارم که اینا با هم دیگه بجوشه. بعدش دیگه زیرش رو خاموش میکنم چون آماده است. خود مربا هست که ببینید به چه صورت سالم و خیلی خوشگل پابرجاست. برای تزیین این من یک کمی مغز بادوم و یک کمی مغز پسته می‌ریزم. البته این مغز پسته ها و مغز بادوم ها در موقع خوردنش خیلی خوشمزه ترش میکنه. با یه انجیر سبز خب خیلی خوشگلتر از این هست، ولی در این کشور انجیر سبز گیر نمیاد. امیدوارم شما هم به همین طریق که خیلی هم ساده هست مربای انجیر رو درست کنید، بخورید، لذت ببرید. سابسکرایب و کامنت لطفا یادتون نره. با امید دیدار مجدد با یک برنامه دیگه از بابا پس. نوش جانتون.